تو خونه هم حدود 42 تا کانال تلویزیونی دارم و از این 42 تا کانال 12 تا اونها مذهبی هستن. اکثر این کانال های مذهبی در مورد اتفاقاتی که ما روی زمین مشاهده میکنیم مثل سونامی، تورنیدو، ارتکویک و سیلاب های ویرانگر و همه را به فرمان جیزس هست و اوست که تمام کائنات را آفریده و آفرینش زیر فرمان او بوده و اوست که این بلاها را روی زمین گذاشته که مردم بیدار باشن. من میخوام از شما بپرسم که جواب این حرفای مبلغین دینی در این مورد چیست و حقیقت امر چی هست؟ حالا من حقیقت امر رو نمیدونم، ولی من میام بر اساس گفتگویی که خودشون میکنم به راحتی میشه نشون داد که چقدر کودکانه است، چقدر خودخواهانه است، چقدر برخی از اوقات فریبکارانه است. برای اینکه اگر فرض اونا بر این است که خداوند یه جهانی رو خلق کرده یا هر کسی و دلش میخواد درستش کنه، از اول میتونست درستش بکنه، و یا اگرم یه راهی گذاشته برای این که درست بشه باید بگذاره از اون راه بره تا درست بشه. به علاوه این دوستان جز از طریق، چون پایه این نوع مذاهب ترس است دیگه و جهل، یعنی نادانی است و وحشتی که دارن، بنابراین میرن سراغ اون همه فرض کنید گرفتاری هایی که درست میکنه. بعدم یه مناطقی رو شما نگاه کنید، به هر زمینه شما نگاه کنید، به زلزله، یه مقدار خطای زلزله هستن که احتمال زلزله در این مناطق ای بسا 10 برابر و 100 برابر جای دیگه است. حالا از قبل، از میلیاردها سال قبل تصمیم گرفته ما اینجا رو زلزله میکنیم، بعد یه آدمای رو اینجا میذاریم، وقتی بازی در آوردن و زلزله میکشیم. یه جایی فرض کنید هوا هست یا طوفان‌های دریایی است، بنابراین اون طوفانا رو هم برای اونا درست کرد. یعنی واقعا اینقدر باید آدم ابله و ساده باشه که تصور کنه کره زمین رو از اول اومدن یه جوری درست کردن که اینجا توش زلزله خیز باشه، اونجا سیل خیز باشه، اونجا طوفان دریایی باشه، اونجا فرض بفرمایید که مشکلات سردی و گرمی هوا باشه که مثلا به خاطر این برف یخ بندان و برف یه دن ماشین تصادف کنه، دو آدم دست پاشون بشکنه بمیرن، و هدف از این بوده که یک، مردم رو تنبیه کنه، دو، به قول شما بیدار کنه که هیچکس هم بیدار نشده. اگر شما 100 تا تیر بالای سر یه آدمی شلیک کردید از خواب بیدار نشد، خب شما فکر نمی کنید کارتون غلطه و اصلا این فکرها چقدر کودکانه است. بنابراین ارتباط این موضوع به خوبی و بدی آدم ها بیمارگونه است. به علاوه میشه توضیح بدن که 65 میلیون سال قبل وقتی اون سنگ خورد به کره زمین و کره زمین رو برای 2300 سال به دلیل بخار یا گرد و غباری که بلند شد جلو خورشید رو گرفت، همه موجودات رو جز این مقدار اونایی که زیرزمینی بودن که از اونجا دو مرتبه اوضاع شروع شد از بین برد، این مثلا ملت چی کار کرده بودن؟ یا داستانی مثل فرض کنید طوفان نوح که همه جا رو بیاد آب بگیره، برای که یک گروهی در یه جایی گوش به حرف خدا ندادن، غیر از این که ما فکر کنیم مردم همینان، بعدم چون گوش ندادن بعدم خدا باید به بدترین صورت ممکن اونها رو تنبیه کنه، علاوه کجای اخلاق و انسانیت حتی ما مردمان کمدان نادان بیمار گرفتار این است که از طریق تنبیه و مرگ و نابودی بخوایم آدما رو خوب و درست کنیم که نشدن، و بعدم فکر کنیم این راه درسته که فرض کنیم شما یه حرف زشتی بزنید من فرمان قتل شما و تمام فامیل شما رو بدم، سر همه شما رو ببر. چرا؟ برای که شما حرف زیسته. آخه قربونتون، نه با واقعیت میخونه، نه با حقیقت میخونه، نه با عدالت میخونه، نه با مهربونی میخونه، نه با محبت. آخه این خداوند اینا که رحمان و رحیم هم هست دیگه. آخه این چه رحمت و کس که شما یه دفعه فرض کنید اون سونامی رو بیاره 220 هزار نفر کشته بشن، مثلا تو اینا 40 هزار تن بچه است. اینا چیکار کردن؟ انا حتما بعد یه ده که کم میارن برای که دیگه جوابی ندارم، که اینا حتما تو زندگی قبلیشون کارهای بد کردن بدون که بودن کی بودن چی بودن، آوردن اینجا حالا باز غرقشون کن. خب در یه دقیقه غرق میشه میمیره میره، این حالا چه شد؟ یعنی حرفای از این قبیل عزیز فقط از جهل و ترس میاد و مردم جاهل و وحشت زده در جهان بسیارن و بنابراین بازار این حضرات از تمامشون هم توش پول میخواد. یعنی وقتی یه ذره نگاه میکنید میبینید اصلا بدون پول زندگی نمیکنه. حالا تازه اینا هم که کمی عرفانی و روحانی هستن اینا هم باز همینجوری کمک میخوان، و نمیدونم اینا که به حقیقت و همه چی دست یافتن چرا با همون چیز کمی که دارن بسنده نمیکنن، ولی این ندارن خود روزی 4 ساعت کار بکنن بقیه‌شو بیان از مسائل روحانی و عرفانی حرف بزنن، خرج خودشون در بیارن، دستشون جلوی مردمی که دنبال کار
دنیا هستن نباشه. خیلی جالبه که آدمایی که به دنبال دنیا هستن باید یه پولی رو به حساب دینشون بدن به آدمایی که حاضر نیستن کار دنیا رو بکنن و در ارتباط با مقامات بالا یه جایگاهی دارن. مثلا همجوری مات و مبهوت میمونه. من نمیدونم اینا چرا اینقدر حبرن فقیر و بدبختن. بعدم پول گرفتنشون از طریق تحریک و تهییج شماست که جایی به شما رو برسونن که 5 برابر 50 برابر اون چیزی که میخواید یا میتونید یا فکر کردید پول بدید. بعد نگاه کنید به نوع زندگیاشون و بقیه کارهایی که میکنن، به زندگی های خصوصیشون و روابطشون. اصلا چرا آدم نباید پول دنیا رو خرج دینش بکنه تا اینکه بیاد پول دین دیگران رو بگیره خرج دنیاش بکنه؟ من پول دین شما رو بگیرم بعد برم مرغ بخرم، کچلوار بخرم؟ خب بابایی والا، وقت بعد شما آدم جسمانی بی خودی هستید و من یک آدم روحانی. علت چم این است که چون به ماده دست نمیزنم ولی همه چیزای مادی رو میخوام، من میشم روحانی. شما که صبح تا غروب با دست و پنجاتون دارید تو این جهان زحمت میکشید کار میکنید، شما حالا میشید یه آدم مادی بی خود. یعنی اینقدر عزیز این دروغ بزرگه، اینقدر این فریب عجیب و غریبه که به دلیل بزرگیش یه آدم ساده، یه آدم نادان، یه آدم وحشت‌زده باور میکنه. و متأسفانه هست. البته عزیز عزیزم که امروز روی خط رادیو بودن، نمیخوام بگم مثلا فرض کنیم من در سن 20 سالگی تو امریکا هنوز بگم مادرم نفرینم میکنه، شما فکرشو بکن. اونم تازه چه مادری؟ مادری که فرض میگیریم اینجوریست که چون من با یه دختری آرگیو کردم، گفتگو کردم سر یه موضوع، مادر من از اون متنفر شده، میگه رابطه تو با این آدم باید قطع کنی و الان من تو رو نفرین میکنم. که مثلا نفرین میکنم مثلا مریض بشی بمیری دستت پات قطع بشه. آخ شما فکرشو بکنی. و بعد داره برای من مطرحش میکنه. یعنی اشکال کار اینه که ما هنوز نتونستیم بپذیریم در جهانی زندگی میکنیم که ذره به ذرهش بر اساس قانون کار میکنه. شما تشبرید یک کوه رو نگاه کنید، این سنگا چجوری ایستادن، رنگشون چیه، دانه هاشون چجوریه، حرارتشون چیه، مواد توش چیه. برید جلو یه اقیانوس بیست، این قطره های آب دونه به دونه این قطره ها، بعد نگاه کنید به مولکولاش، بعد نگاه کنید به اتمش، بعد نگاه کنید به الکترونش. آخه شما تصورتون این است که این جهانی با این همه نظم و ترتیب که میشه با فرمول نوشتش، شما دقیقاً میدونید اگر اینقدر آب رو بذارید این حرارت بدید با این سرعت جوش میاد، شما میدونید اگر از اینجا راه بیفتید 100 مایل برید با سرعت فرض کنید 50 مایل 2 ساعته اونجا میرسید، نه نیم ساعته میشه یه 7 ساعته. جهان اینچنین مرتب و منظم که به زبان ریاضی میشه نوشتش، به زبان ریاضی میشه نوشتش، جواب از قبل میشه داشت، پیش بینی قطعی نهایی کرد. در یه همچین دنیایی من و شما یه دفعه باور بکنیم که قاعده و ضابطه‌ای در کار نیست، موضوع یه جور دیگه در جهان اتفاق میفته. بله مثلا فرض کنید در طول تاریخ وبا میامد، طاعون میامد، هزار گرفتاری برای مردم پیدا میشد، مردم میمردن، بعد مردم آمدن جلو وبا و طاعون رو گرفتن. خب این تصمیم کی گرفت؟ این تصمیم و دانش انسان که جلو این بیماری استاد نگرفت؟ این مردمی که در طول تاریخ 50 میلیارد آمدن ایشون تو هوا نرفت، امروز من و شما سوار هواپیما میشیم با سرعتی بیشتر از هر پرنده‌ای پرواز میکنیم، این به خاطر اینکه مثلا اجازه داده شد؟ بله پس از ما چه انتظاری دارن؟ اگر ما اینقدر بی ارزش و بی حاصلیم که آنچه به دست میاریم اون میده، آنچه که از بلا سر اون میاره دست اونه، ما اینجا کجا مسئول چه هستیم؟ حق ما کجاست؟ آزادی ما کجاست؟ مسئولیت ما کجاست؟ آخه قربونتون اینقدر این حرف ها جز وقتی که آدم گرفتار باورها و اعتقادات و احساسات کودکی است و دانش و آگاهی نداره براش عادی میرسه، ولی شما فقط همینجوری مات و مبهوت میتونید بمونید. یعنی بر اساس حرفایی که خودشون میزنن میشه 100 تا سوال کرد که جواب ندارن، مگر اینکه باز بزنن به اینکه خب ما نمیفهمیم یا ما نمیدونیم یا خب شاید حکمتی داره یا خب وقتی دیگه پس بحث نکنید، چون روزی که شما میگید هر وقت گیر افتادیم معلومه یه چیزی غیر از اونی که ما بتونیم راجعش حرف بزنیم، پس بحثی هم نکنید، شما سر عقیدتون بمونید ما هم سر عقیدم. اینا جز همش بازی است، همش سیاه بازی است. به انواعش هم نگاه کنید، وقتی هم که قدرت به دست میارن سیستمای حکومتیشون نگاه کن، وقتی پول به دست بیان وضعشون میره، وقتی که امکانات پیدا میکنن تمایلات و انتظارات حتی جنسیشون از پیروانشون ببینید، قوانین رو ببینید، ظلم و زوری که برپا میکنن ببینید، هیچ پرونده خوب و درستی ندارن و به همین جهت است که فاجعه است. بنده
برخی از وقت میبینم و میشنوم و خیلی راحت میشه فهمید حتی توی یه دقیقه نه یه حرف درستی است، یه بازی، یه فریبکاری، یه سیاه بازی است و متاسفانه بسیاری از مردم هم گرفتار اینا هستن، برای که نه عقلی دارن نه علمی دارن و نه به دلیل آسیب ها توانایی ارزیابی واقعیات و حقایق رو دارن، از اخلاق و انسانیت هم خبری نیست. در این چه چیزی است که شما میبینید، من و شما هم شاهدش هستیم. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمت هستم، اگر نه خداحافظی کنیم، مجبور میل شماست. خواهش می‌کنم یه سوال دیگه بپرسم. تمام کنم روی خط باشید با کمال.